بسم الله الرحمن الرحیم. امروز حوالی ساعت 9 تا 10 یک و دفتاد مسلح دادن دان مسلح آمده بودن پشت خانه ما و وقتی که از اینا سؤال شده بود از کدام مرجع آمده اید، گفته بودن که ما با دستور معاون اول به اینجا آمدیم و شروع کردن بیان که سؤال بکنن که صاحب این خانه هست، این پدرام در منزل هست یا نیست. ما از این پرسان کنیم، سؤال بکنیم که چنین وظیفه داریم و مأموریتی داریم. شروع کرده بودن به کشکوب و کشیدن چند تا سنگ کوچکی که در اونجا هست. البته ما اونجا که 5 تا 10 تا هم که نداریم، 2-3 تا چکی بتونی بوده که برای محافظت یا نه در جریان کمپاین های انتخابات خودشان هم در اونجا بودن، برای که ما تمام خرید این چکا هم نداشتیم. بعد اینا هم در محوطه خانه خودم هستن، اونجا یک جوی هست و این سرک هم یک سرک فرعی هست و ما را بند نکرده، ما محافظ ندارم و یک نفر در واقعی چوکیدار ما داریم که اونجا در اون کامپیوتر نشستن که اگر کسی مهمان به خانه می آید بیان به من اطلاع بدن که در بیرون چند تا مهمان هست و مهمان رهنمایی بود. من گارد مسلح ندارم، همسایه های من شاهدن می بینن و ما را بندان نداریم، چک نگذاشتیم، سرک امور بند نکردیم و یک کانتینری که سالها قبل بوده نزدیک خانه ما هست و اینجا کانون اصلاحات قبلا وجود داشت. حالا بنیاد شهید احمدشاه مسعود است در کنار ما، مردم عادی داریم کوشه و داریم جا زندگی میکنم، هم کوچگی های ما هستن، ما معروف به سر ده هستیم. چون این نشد از گاه بیاد نتا برای ما بگیم که اینجا مزاحمت صورت گرفته، یک کسی آمده به کسی جنجال درست کرده یا راستی حوزه ده امنیتی برای ما اطلاعات داده باشن. ما محافظ نداشتم، 2-3 نفر محافظیم که گذشته زمان انتخابات مانده بود، ما تقریبا یک ماه بیشتر میشه من مرخص کردم به خاطر اینکه امکانات تعمیل مادی ما نداشت. من از ریاست رجال برجسته، از وزارت داخله، از امنیت ملی، از وزارت دفاع کدام گارد و محافظ ندارم، در حالی که من به شدت در لحاظ امنیتی در خطر هستم و هم میدانن که تا 100,000 دلار جایزه در رابطه با مسئله امان‌الله خان تعیین کرده بودن و هر روز هم تهدیدهای امنیتی هست در فیسبوک‌ها می نویسن از طریق بحث های در امنیت ملی و خیلی جامعه شد. ما متعلق می شویم که برنامه های برای کشتری من و برای ترور من هم هست. بگذاریم از اینا که حالا چی اتفاق می افتن نمی افتن، زندگی و مرگ دوست خداوند هست. ما را بند ننداختیم هیچ جا. در همین محلی که ما زندگی می کنم و این روز این سربازا آمده بودن و دیوانوار چکا را انداختن و شکستن و دروازه را بسته کردن، دروازه عمومی منه. حالا اگر آمدین اقدام هم کردین، خب لاخر اینا را انتقام میدادین با خودتان. پشت دروازه وقتی من میخواستم امروز به جنازه مرحوم قماندان گدا خالد بروند، وقتی میخواستم برم بیرون دروازه بسته بود. 11 ساعت میشود که دروازه منزل من هنوز بسته است و این موانعی که پشت دروازه ما انداختن هنوز کماکان در جای خودش است. این در حالی است که در همسایگی ما کانتینر وجود داره، موانع وجود داره، سرکای عمومی را بسته کردن ولی کسی به اینا نپرداخته و خاص آمدن به خانه ما. خوب طبیعتا شاید معاون اول مشکلاتی با ما داره، ما در رابطه با کمپانی انتخاباتی با هم در بحث ها اگر او در اون نبودیم انتقادهای به هم دیگر داشتیم و خوب موضوع از اونا بسیار روشن است و بحث شاید است که باید پشتو بزد کنن افغانستان و ما گفتیم که افغانستان مطالب به همه اخوان این سرزمین است. بعد بحث افغان توب داشتن و جمعیت توب و خوب بحث هایی که مربوط به خودش میشه و اونا و تیمشان یک عقده پر از خون دل نسبت به ما دادن، هم آقای غنی هم تیمشان معاونینش، برای که ما اینا رو به رسمیت هم نشناختیم، قبول هم نکردیم و دولت ایمایشون برای ما نیستن. خب من از اینا توقع هم ندارم که به امنیت ما رو تامین بکنم، ولی رفتاری که ما امروز داشتیم، من جمله کسایی هستم که میخوام قانون تطبیق بشه. من در پارلمان بودم، یک بار اتفاق نیفتاد تا 7 سال 8 سال در مجلس و در فرودگاه که یک کسی شکایت کرده باشه که ما موتر پدرام استارت کردیم، استارت نکرده، در فرودگاه تلاشی نداد یا اینا. علاوه بر این در این خانه ما ده ها کنفرانس خبری داشتیم، ژورنالیست ها در اینجا آمدن، سفرا آمدن، وزرا آمدن، وکلا آمدن، سفیدای قوم، بزرگان، جوانان. حتی یک بار یک مورد وجود نداشته که کسی را ما تلاشی کرده باشیم، بازرسی کرده باشیم. این ژورنالیست هایی که اینجا آمدن کنفرانس خبری دارن، همشان آدم های متعهدی هستن، وجدان دارن، بگوین و بنویسن این شب که برای ما وقتی خانه پدرام رفته بودیم موانع وجود داشت، ما بازرسی شدیم، اونجا چک وجود داشت، اونجا ما باید پیاده می شدیم از یک جای، ماشین های ما اجازه نداشتن. و همین ترتیب کرد دیپلماتیک، همین ترتیب وکلا، همین ترتیب روشنفکرا و دانشجویانی به خانه ما رفت آمد دارن و مردمان عادی و مهمتر از همه کسایی در همین کوچه با من زندگی می کنن. و بعد این کوچه فرعی است و این جویی که هست متعلق به خاله ما است و این دو تا سنگی که خود این محافظتی آماده آورده بود هم خودشان در کنار دیوار خانه ما است.
یعنی اینجا هیچ سرکی بند نشده است. بنابراین من با استفاده از فرصت از وزارت داخله، امنیت ملی، وزارت دفاع، کمیسیون امنیت مجلس نمایندگان، کمیسیون امنیتی مشتران و جرگه، جورنالیست های محترمی که در خانه رفت آمد داشتن، نهادهای مدنی، روشن فکران، خواهش میکنم فردا بیاین و ساعت 8:30 در همین خانه، محلی که این حادثه امروز اتفاق افتاده است و نیروهای امرالله صالح حمله کرده اند، اینجا ببینن که آیا موانع وجود داشته، سد آبی وجود داشته، من راه را بند کردم، من دو تا محافظ ندارم، من عسکر ندارم، من گارد ندارم. یک جوان 13 هست خوانده از بدخشان، برای ما دیروز برای روز روان کردن که بخوش دروازه خانه باشه که دروازه رو باز بکنن. همین و این خواهش میکنم که فردا بین از نزدیک حیات ها بررسی بکنن. این یه ثانیه، من از جمله کسایی هستم که میگم موانع در بررسی شود، با اینکه من در رابطه با مسئله امنیت بحث دارم، امنیت چگونه تامین میشه در کشور، خون میرزه در کابل، کابل به سلاخانه تبدیل شده است، اینا نمیتونن امنیت تامین بکنن. کسی که میاد یک نفر رو پشت دروازه آدم پس میکنه، خودش بده امنیت بگیره. علاوه بر من یک نفری که پشت دروازه است، من چند تا خانه مسیحای صالح ندارم، یا مسیحای غنی که بیارم و خانه های مختلف بگیرم که بعد افرادم رو خانه ها زندگی بکنم. من نمیتونم یک آدم دیگانه رو داخل در حریم شخصی خودم بمونم. ناگزیر هستم برای آمدن یک تا مهمان یک نفر پشت دروازه باشه. در این زمستان آدم در کجا باید ساکن شود؟ در کدام خانه؟ در کجا باید من برای جا پیدا بکنم؟ خب علاوه بر این، وقتی که من این کار انجام دادم، مرا باید خبر میکرد. من در خانه خودم بودم، نشسته بودم. وقتی برآمدم برام به جنازه، دیدم پشت دروازه من سنگا و اینا سخت، یک آدمی کجا استاد گرفتم و برم به این آدم خبر بکنیم. حتی امور اجازه ندادن که با من اطلاع بده. در حالی که در کنار ما خیلی جاهای دیگه هست که با اون طرف دستم نزدم، نرفتم. من با استفاده از این فرصت امروز یک موتر عادی کلاس وارشم رفتم دم خانه امرالله صالح، دم خانه سید منصور آقا. از اونجا دور خوردم و آمدم از طریق کوچه زاخیروان، آمدم طرف وزارت خارجه و چندین جا شیرپور با صدها موانع سرکای عتیق را بسته کردن. پشت خانه امرالله صالح بعدها کانتینر استارت بود، موانع وجود داشت، چندین موانع وجود داشت. دست راست به خانه سید منصور آقا میره، موانع وجود داشت. آقای زاخیروان وسط جاده را بسته کرده، جناب آقای کرده سرک وزارت خارجه را بسته. در داخل وزیر اکبر خان شما در هر کوچه ای که میرین 10 تا 15 تا 20 تا چکپوینت است. اینجا رفته نمیتونن. از جناب آقای همدرد با ما سلام علیک دارم، احترام دارم به ایشان که سفیر هستن، رفتن نتوانست کاری بکنه. معذرت خواست، اونجا ریاست پارلمان است، اونجا شما بگردین در این شهر کابل. ما از رودانسا خواهش میکنم سبا یک تیم درست کنم، از روزنامه اطلاعات بگردن در کوچه ها که چقدر موانعی وجود دارن. اگر قانون است باید برای همه یکسان بشه. چرا امرالله صالح موانعی خانه خودش پس نمیگیره؟ 300 تا بادیگارد میگردن و 10 تا کلکسیونر زری داره. این آدم چه آدم مهمی است برای افغانستان؟ کدام ادیسن است؟ کدام نیوتن است؟ کدام کاشف نمیدانم واکسن کووید 19 است؟ خود از این چقدر اهمیت داره برای افغانستان که این خبر پوز میداره تمام روز چسبیده به جان مردم؟ اگر تو میخوای دشمن، اگر طالبان دشمن تو هستن، در قطر اینا علنی مذاکره دارن، اونجا برو با آقای ملا بلادت دست که حساب بکن. اینا خوب پنهان نیستن، در خرابان هستن، در کابل هستن، در شهر کابل هستن، در اودخیل هستن، در کمپانی هستن، در همه جا حضور دارن. تو کی میخوای کشت بکنی؟ تو چی میگی؟ تو اونجا مذاکره داری، دولت داره تسلیم میشه، داره دور یک بار دو ماه بعد تمام میشه، حکومت موقت میه، و تو درباره چی میخوای گپ میزنی؟ تو کدام دشمن میخوای کشت بکنی؟ چی چیزی پنهان است برای تو؟ با قصد آمدی به طور خاص وسط این همه جا، فقط خانه ما را مورد حمله قرار دادی برای اینکه با شما درگیر هستم. ما به لحاظ فکری با شما درگیر هستم. من فاشیسم قومی قبول ندارم، شوالیسم قبول ندارم. خودت هم خودت رفتی در اختیار فاشیست ها گذاشتی، استفاده کردی از نام تاجیک، از نام قهرمان ملی، از نام یک ملت. این ملتی به تو رأی هم نداده. تو اونجا معاون، تو تصادفی اونجا یک معاون هستی، یه واسه طرف کسی دیگر هم غنی میگو تو اونجا معاون بود. تو رأی نداری، تو برای نیومدی. غنی اگر رأی داره، پنج تا رأی تقلبی غیر تقلبی داره، اون هست. تو سوا در اونجا نیستی، تو امنیت مردم رو تامین کرده نمیتونی، امنیت رو نان داده نمیتونی، آب داده نمیتونی، امنیت روانی داده نمیتونی، کار داده نمیتونی. امنیتی نیست که بگی کراچیوان غریب لیسه مریم رو پس بکنی. من از جمله آدم هایی هستم که باید موانع نباشه، حتی اگر این موانع تامین امنیت میکند که نمیکند، من که موانع ندارم در اطراف خانه. ولی اگر کلینس بعد عادلانه باشه، اول خانه خودت پس بکو، بعد خانه قاسم پالویت است، بعد اونجا برو در سرک طرف شیرپور، اونجا ده ها خانه آدم های قدرتمند است، جاده ها را کیلومتر کیلومتر بند انداختن. اونجا چرا جرأت نداری بری وارد بشی؟ برای اینکه اونجا تو نمیتونی در اونجا بری، چون عقده داری با ما. برای اینکه چرا برایت مخالف هستم، چرا تو در خدمت فاشیست ها قرار داری، موتور انتقادت میکنی، از نام تاجیکان من یک جای رسیدی و تمام روز از جان از این مردم چسبیدی. اما شعر بدل ما نمیخوایم در بارایت بخوانم، با
ولی من خیلی برات بگویم که یک دفعه بوشنشینانی آلتونای جان کلسار داره بخوان تو سرنوشت هم سرنوشته است. تو چیزی برات تو آدم مهمی نیستی. شرف مکان به مکین، شرف مکین به مکان، در گذشته هر جای کادر کلان میشست، کلان اونجا است. تو کلان نیست، اون پوست معاونت یک جایی مهم است. اونجا هر کس باشه میتونه چهار تا حوزه روان کنه که ذهن مردم بگیرن، کشف بکنن و توهین بکنن، تحقیر بکنن و سلی بزنن و بیابی بکنن. تو جایگاه کجا در بین مردم؟ از اونجا برات برو در انتخابات با چند تا رای میگیری. بعد آمدی چرا اسکرات نگفتن که او پدرام تو در این جاستی؟ بیا ما آمدیم دروازه خانه تو هستیم. ما میخواییم موانی را پس بکنیم، این سنگا را پس بکنیم، در ذره تو چی است؟ اونجا موانی نیست. آقای صالح سبا نیروهای امنیتی تروان بکن، جمع ژورنالیست ها، جمع جامعه مدنی، جمع کمیسیون امنیتی پارلمان. من روزی اون پارلمان بودم، من رهبر حزب سیاسی هستم، من کاندید رئیس جمهوری بودم، یک شعار من رسیدی با نکت هستم، من آدمی مثل خودت نیستم. شما اینجا روان بکنید سبا، اگر موانی اینجا وجود داشت، من از همین برنامه میام از مردم افغانستان معذرت میخوام. در غیر از او من قدر رها نخواهیم کرد. حالا من فردا جلسه دارم با دوستان، در این باره صحبت خواهیم کرد. تعداد زیاد مردم با من زنگ زدن، تشکری میکنم از اینا، از دوستان، از مردم ابراز همبستگی کردن، نوشتن، پیام دادن، تلفن کردن، از همشون سپاسگزار هستم. بازم خواهش میکنم که نیروهای امنیتی، جمع ژورنالیست ها، هر هیئتی که این آقای صالح لازم میدونن سبا بیان این خانه ما را بررسی بکنن، ببینن من کجا را بند انداختم، من در کجا مانع ایجاد کردم. مشکلتان چیزی دیگر است، با من درگیریتان سر مسئله زبان است، سر زبان فارسی، سر تذکیر است. اینها را چرا نمیگین؟ تو زود برسه من را میکوشی، من میفهمم هر اتفاقی بیفته تو مسئول شاهی بود. من نه گارد دارم، نه محافظ دارم، یک نفر پوش دروازه خانه ایم است. اگر خیال بینید که من پنهانکاری میکنم چیزی رو نمیگم، از همسایه هایی که من در این کوچه همسایه دارم، اینجا ده ها نفر زندگی میکنن، از هم کوچکی های ما شما بیان خصوصی پرسان بکنید که تا چندین سالی که پدرام در اینجا از گاهی شده است که سرک بند انداخته باشه، گاهی مانع ایجاد کرده است، تاکسی مردم ایجاد کرده است، جاده را بسته کرده است. یا به هر حال من فردا در این باره با دوستان و بزرگان مشوره خواهم کرد، بحث‌های دیگری فردا اساسی تر خواهم داشت. از دوستانی که تلفن کردن از داخل از خارج از راز همبستگی کردن سپاسگزاری میکنم، از دوستان عزیزی که نوشته کردن سپاسگزار هستم. فردا من دوباره به این مسئله خواهم پرداخت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.